در این جلسه میخوام شما رو با بقیه منوهای سمت چپ آشنا بکنم. منوهای سمت راست رو با هم دیگه بررسی کردیم. این آیکونی که اینجا هست وضعیت شبکه ما رو نشون میده که در واقع وایرد کانکشن هسته. شما میتونید اینجا اتصال وی پی ان رو هم در واقع تعریف بکنید توی سیستمتون که ما فعلا کاری به این نداریم، ولی اتصال شبکه اون در واقع برقرار هستش. خب و میتونیم اینجا در واقع دیسکانکتش هم بکنیم. از این بگذاریم بریم سمت چپ. میخوام شما رو با تولزی به نام نوتیفای که داره بهتون نشون میده، نوتیفیکیشنی که هستش، اینجا صفحات خودتون رو میتونید ببینید. چون دکسابای مختلف داریم، ابزاری برای ریکورد اینجا برامون گذاشته شده به نام کازم. توی هلپش بریم بیان کرده که ریکورد ویدیو آف ان اکتیویتی آف یور اسکرین. این شروع میکنه به کپچر کردن اسکرین، در واقع اسکرین کست هستش و بهمون اجازه اسکرین شات رو هم میده. اسکرین شات اینه که فقط یه عکس بگیریم و اینجا میتونیم بگیم کپچر کنه. 5 4 3 2 1 و از این صفحه‌ای که الان هستیم عکس گرفت، یه عکس پی ان جی. یه محل ذخیره سازی میگه، کجا ذخیره شو میگم دسکتاپ و با همین اسم باش میگم سیو. خب دقت کنید توی دسکتاپ برامون عکس ذخیره شد. اگر این عکس رو بازش کنیم که قصد نداره باز بشه، خب عکس رو با فایرفاکس باز کرد برامون. دقت کنید آیکون موس منم اینجاست. خب آیکون موس هم اونجا قرار داده شده. من میبندمش اینو. چرا؟ چون موقعی که ابزار کازم رو بزنید برای ضبط بیان کرده که اسکرین شات ماوس کرسر. این بیان میکنه که وقتی داری عکس میگیری کرسر موس هم داخل عکس باشه، یعنی اگه نخواستیم تو این تیکه این گزینه رو بردارید. به جای اینکه حالا فول اسکرین باشه میتونی یه سایز یا ایریای خاصی رو مشخص کنی، مثلا بکشی بگی فقط از این مثلا قسمت میخوام برام عکس بگیری. این امکانات رو هم در واقع درونش برامون در نظر گرفتن. میتونیم بگی فول اسکرین باشه. ابزار ضبط ویدیو هم به همین صورت هسته. شما میتونی بگی کرسر موس رو بگیر، اسپیکرات روشن باشه، میکروفونت روشن باشه، مدت زمان شروع هم میتونی عوض کنی. مثلا میگی بعد از 3 ثانیه شروع به کپچر کن. برای کپچر بزنی 3 2 1 شروع میکنه. سلام، با آموزش کالی لینوکس 2020 در خدمتتون هستیم. و شما میتونید در واقع شروع کنید به هر کاری که میخواید انجام بدید. شاید بگید این ابزار کازمو چرا اومدن قرارش دادن؟ علتش یه جمله است. هدف ما از استفاده کردن از کالی لینوکس جهت تست نفوذ دیگه. خیلی از تا وقتی شما یه جایی رو تست نفوذ انجام میدی از شما گزارش کار میخوان، میگن اوکی شما الان ضبط کردی، بله این فایلی که ضبط کردی به ما گزارش کار رو نشون بده، ما الان ببینیم که تو چه مرحله هستی، چقدر پیشرفت کردی. برای همین باید کپچر بکنید، فیلم ضبط بکنید. ببینید الان برامون داره فیلم ضبط میکنه. اینجا انتونم بذارم پاوز. فیلم قبلی فکر کنم بستیم، احتمالاً بذارید من یه بار دیگه کپچر بزنم. این داره الان کپچر میکنه، اینجا ببینید داره ضبط میکنه، کارهایی که من انجام بدم، صفحاتی که برم همه ضبط میشه. میخواید یه جا پاوز کنید، اینجا پاوز شد. اوکی؟ پس اینجا ببینید آیکون شد پاوز. هر وقت خواستید دوباره ادامه بده ضبط و تیکه پاوز رو برمیدارید، شروع به ضبط کردن میکنه. هر وقت هم ضبطتون تموم شد فینیش بزنید. از شما پرس ذخیره کنم، میگید بله ذخیره کن. به صورت فایل MP4 میگه کجا، میگم دسکتاپ ذخیره کن. میبینید برامون ذخیره شد. اوکی. پس علت این عکسی که گرفتیم، اینم فیلمی که در واقع ما ضبطش کردیم. و هم میتونید در واقع پلی کنید، میبینید که در واقع پلی میشه. ماوس رو هم ما داریم، آیکونی که براتون توضیح دادم رو هم میتونید مشاهده کنید. پس این ابزار کازم به این جهت توی
ورژن 2020 اومدن گذاشتن که شما خیلی راحت بتونید کپچر بکنید. اگه مثلا میگید آقا من تونستم فلان سایت رو هک کنم، فلان اپلیکیشن یا فایروال دور بزنم، سریع بله فاصله فیلمش رو ضبط بکنید تا به عنوان یک سند داشته باشید. خب اینم در ارتباط با ابزار کازم. توی جلسه بعد با سایر بخش‌های کالینوکس 2020 در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید.